دوتا زاناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب. چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن. من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش. بعد از این اعتراف اگه من رضایت بدم تو نباید این کارو بکنی. باید انقدر پافشاری بکنی تا اون آدم مجازات شد. سعید تو رو دوست نداشت، تو خودت هم میدونی مشکلت هم همینه. آقا قرار بود همه عقدای زندگی تو حالا میخوای سر مامان من خالی کنی. با این کارات میخوای چی ثابت کنی ها؟ میخوای بگی من مقصرم؟ آره من مقصرم، برای اینکه رفیق بی همه چیز چند سالم آوردم تو خونم، اجازه دادم به زن و بچه‌م نزدیک شه، بعدن گویی دلت میخواد بخوره. من احمقم، هیچی نفهمم. اصل موضوع که روشنه، خیانت ناهید، اینکه سعید مرد برای اینکه نمیخواست به من تو خیانت کنه. ببین خواب ببینی مامانه من داره بالا ایدار. با هیچ کس حرف نزن، خودت هم خودی نکن. به من میگی به کسی چیزی نگم، خودت هم یک کلمه حرف نمیزن. من حاملم از سعید. تو راجع به گذاشتم اون با سعید حرف زدی؟ نه به این منو بیشتر بخواهم که باغ و گلستان هم آدس روست. همیشه شنیده بودم که میگن آدم ها در این دنیا مکافات اعمال خودشونو میبینن. من نه اینو میدونستم نه بهش اعتقادی داشتم. من امروز مکافات اعمال خودم میبینم. فرهاد اصلانی. اما منو ببین، اما بخن. باران کوثری. حبیب رضایی. با حضور پانتا بهرام و هنگامه قاضیانی. از این به بعد همیشه به من بگو مامان، به نادرم بگو بابا. من مادر هستم. فیلمی از فریدون جیرانی، تهیه کننده سید غلامرضا موسوی.